نمایشگاه جدیدی در برلین به بررسی هنر دو تن از تاثیرگذارترین هنرمندان عصر رنسانس می‌پردازد. آندرا مانتینا و جوانی بلینی که هر دو الهام بخش دیگری بودند، دیگری بودند و همواره با هم در رقابت ماندانا تدین گزارش می‌دهد. این دو تابلو هر دو تصویری از عیسی مسیح تقریبا همزمان و حتی در یک مکان خلق شدند. تابلوی سمت چپ اثری از آندرا مانتینا و سمت راستی اثر جوانی بلینی. این دو هنرمند در اصر رنسانس در ونیز زندگی می کردند. بعد از اینکه مانتنیا با خواهر بلینی ازدواج کرد، همکاری آنها شروع شد. حال صد اثر از دو هنرمند در کنار هم برای نخستین بار در یک نمایشگاه عرضه شده است. به باور داگمار کورباکر، متصدی نمایشگاه، با وجود رقابت بین دو هنرمند، آنها رابطه خوبی با یکدیگر داشتند و برای یکدیگر احترام بسیار قائل بودند. اونا خیلی شبیه هم بودن و در عین حال خیلی متفاوت آندریا مانتنیا به آثار قدیمی آنتیک علاقه داشت و به جزییات اهمیت میداد در حالی که جوانی بلینی عاشق چشماندازهای طبیعت و ثبت کردن جو و حس محیط بود مایکل آیزنهاور مدیر گمالده گالری نیز ضمن تاکید بر تفاوتی که در بین آثار دو هنرمند وجود دارد به شباهت‌هایشان هایشان اشاره می کند. واقعا میشه گفت در نیمه دوم قرن پانزدهم مانتنیا و بلینی تحصیل گذارترین و مهمترین هنرمندان در شمال ایتالیا بودند و همینطور که در نمایشگاه نشون میدیم هر کدوم روی هنر دیگری بیشترین تاثیر رو داشتند. همکاری و دوستی آنها برای مدت ده سال یعنی تا زمانی که مانتنیا به عنوان نقاش دربار به مانتووا نقل مکان کرد ادامه داشت. نمایشگاه مانتنیا و بلینی استادان رنسانس تا آخر ماه جوان در برلین برپا خواهد بود.